سلام، خوش اومدید به خانه مطلب. با فیلم تست حل مدل RCPSP با الگوریتم فرابتکاری در زبان برنامه‌نویسی مطلب به خدمت شما عزیزان هستیم. اگر این فیلم رو در یوتیوب یا آپارات در حال نگاه کردن هستید، ما لینک این پست رو در خط اول توضیحات گذاشتیم. کافی روش کلیک کنید تا وارد این پست سایت خانه مطلب بشید. خب بریم سراغ موضوع امروزمون، مدل RCPSP. خب بچه‌ای که صنایعی باشن، مدیریت صنعتی باشن یا عمران باشن به مباحث مدیریت پروژه آشنا هستن دیگه. ما یه سری فعالیت داریم، هر فعالیت یه پیش نیازی هایی داره. به طور مثال الان پیش نیازی فعالیت 6-2-3 هستش و هر کدوم از این فعالیت ها هم یک زمان اجرا دارن و یک منابع مورد نیاز. فرض کنید که مثلا تو پروژه ساخت تونل هستیم، حالا یکی از فعالیت‌ها حفاری هستش. این یه سری منابع نیاز داره دیگه. به طور مثال مثلا ماشین‌آلات نیاز داره، نیرو انسانی نیاز داره و حالا بودجه نیاز داره. هر کدوم از اینها میشه یک منبع. و کل پروژمون هم محدودیت منبع داره دیگه. یعنی چی؟ یعنی ما تعداد نیرو انسانی محدود داریم، بودجه محدود داریم و تعداد چرخشات نامحدود. یک نکته همینجا بگم، اگر مدل شما منابع نامحدود هست، این کد برای اون مدل هم مورد قابل در واقع قابل استفاده هست، میتونید ازش استفاده کنید. یعنی چی؟ یعنی شما حد اکثر منبع رو مثلا فرض کنید میذاریم 10 تا نیرو انسانی، شما اون 10 رو بذارید 10 میلیارد، یعنی انگار نامحدود دیگه. پس این کد برای مدل بهینه‌سازی مدیریت پروژه با منابع نامحدود هم قابل استفاده است. از اون هم میتونید، از این کد برای اون موضوع هم میتونید استفاده کنید. خب و هر سایز دیتایی رو هم این کد ما میتونه رام بزنه، حالا من جلوتر توضیح خواهم. بنابراین وظیفه الگوریتم چی هستش؟ پیدا کردن توالی فعالیت هاست، به طوری که اولا پیش نیازی های رعایت بشه، ثانیا مجموع منابع مورد نیاز فعالیت هایی که در یک روز با همدیگه دارن اجرا میشن. یعنی الان کن فعالیت 2-3 داره یک در یک محدوده زمانی با همدیگه داره اجرا میشه، درسته؟ یا فعالیت 4 و 5 تو این مدتی که دارن اجرا میشن، میزان مجموع منابعی که اینها این دوتا نیاز دارن باید از حداکثر منابع در اختیار پروژمون کمتر باشه. به این ترتیب تا به هدفمون میشه زمان اتمام پروژمون. برگردیم به پست. خب ما این موضوع رو با تعداد زیادی از الگوریتم فرابتکاری کد نویسی کردیم و درون بسته های کد قرار دادیم. تمام بسته هامون بدون فیلم آموزشی است. هر بسته شامل کد مطلب به اضافه توضیحات فارسی در فرمت PDF هستش. تمام الگوریتم که استفاده کردیم نسخه پیوسته هستن. خب بریم سراغ در واقع RCPSP تا ببینیم که به چه نفع هستش. من فولدر های دیگر رو ببندم. خب ببینید این فولدر RCPSP هست، تمام الگوریتمی که کد نویسی کردیم. حالا به طور مثال الگوریتم مورچگان رو باز میکنم، این کد های مطلبش هست، این توضیحات فارسیش هست. فرق نمیکنه، تو هر بسته به همین نفع هست دیگه. مثلا الگوریتم گرگ خاکستری، این کد های مطلبشه، این توضیحات فارسیش. الگوریتم گرانشی، این کد های مطلبشه، این توضیحات فارسی اون کد هست. به این نفع برگردیم به سایت. خب ما یک نمونه توضیحات کد اینجا گذاشتیم، به صورت رایگان دانلود کنید، جزئیاتش رو ببینید. کدهای تخفیف رو در این لینک میتونید مشاهده کنید. به طور مثال ما یک تخفیف 50% روی سبد خرید گذاشتیم که جزئیاتش رو در این لینک مشاهده کنید. راهنمای خرید رو هم در این لینک میتونید جزئیاتش رو ببینید. خب ما دو شیوه پرداخت برای سایت گذاشتیم. یک افراد داخلی اینان هست که طبیعتاً از درگاه پرداخت بانک کشور شاپرک پرداخت میکنید. بعد از خریدتون لینک دانلود به صورت اتومات هم در اون سایت به شما داده میشه و هم با آدرس ایمیلتون ارسال میشه. پس لطفاً حتماً آدرس ایمیل معتبر وارد کنید. برای افراد خارج از ایران هم ما پرداخت به شیوه تتر داریم که بعد از پرداختشون جزئیات تراکنش رو برای ما ایمیل میکنن و ما فایل مد نظرشون رو براشون ایمیل میکنیم. جزئیات رو در این لینک میتونن ببینن. خب مباحث سایت که گفتیم، بریم سراغ کدهای مطلب. ببینید ما درون هر فولدر فقط یک فایل داریم که این تمام الگوریتم هست که استفاده شده. حالا ما الگوریتم مورچگان رو باز میکنیم. به طور مثال درون هر فولدر یک فایل هست که با کلمه ران شروع میشه، فقط کافیه شما اون رو اجا بزنید. حالا شیوه اجایی که یک کلیک راست کنید ران رو بزنید، یکی این که دبل کلیک کنید بعد از این که این فایلتون باز شد ران رو بزنید.
بین باز ران رو زدیم. اینم که زمان اتمام پروژمونه که از 59 روز، حالا ما واحد زمانیمون در این مثال روز هستش، رسوندش به 55. هر چقدر شما انپا و مکسیتر رو افزایش بدید، به احتمال زیاد، نه حتما ها، به احتمال زیاد کیفیت نهایی جوابتون بهبود پیدا خواهد کرد. خب این از این. حالا من خروجی ها رو توضیح میدم بهتون. بریم سراغ کلیه دیتا. ببین درون کلیه دیتا فایل اکسل دیتا رو میخونه. پس هر سایز دیتایی رو شما میتونید در اکسل دیتا قرار بده. ببینیم چه خبر هست در اکسل دیتا. ببینید ما میایم در صفحه، هم این نکته خیلی مهمه، هم اسم اکسل دیتا رو تغییر ندید، هم اسم شیت ها رو تغییر ندید. فقط شما محتوای داخل هر شیت رو میتونید تغییر بدید. ما دو تا شیت داریم دیگه اینجا، شیت 1 شیت 2. در شیت 1 ما فعالیت ها، دیوریشن و پیش نیازی هاشون رو اینجا تعریف میکنیم. خب ببین نکته، الان ما 32 تا فعالیت داریم. حالا شما میگی 500 تا فعالیت دارم من پروژم، مثلاً 500 تایی، شما 500 تا عدد اینجا وارد میکنید، متوجه شدید؟ خب ببین الان من 32 تا فعالیت دارم. فعالیت اول و آخرم همیشه دیوریشناش صفر دیگه، میشه فعالیت های مجازی اول آخر. خب الان پیش نیازی فعالیت دو من 1، زمان اجراش 8. حالا بیایم پایین تا یه مثال دیگه بزنیم. پیش نیازی فعالیت 9 من 4 و 6، دیوریشنش انده، زمان اجراش 2 واحد زمان. پیش نیازی فعالیت 14 من 9 و 12 است، دیوریشنش 3 هستش. خب به طور مثال حالا مثلا فرض کنیم که پیش نیازی فعالیت 14 5 هم هست، برای مثال شما 7 هم هست، اصلا 6 هم هست، اصلا 4 هم هست، اصلا 3 هم هست، تا بی نهایت اینجا عدد بود، فقط بعد از این دیگه نمیتون قربید، تا بی نهایت میتونید اینجا عدد وارد کنید، تو این سطر هر عددی که دوست داشته باشین وارد کنید، بعد سیو رو بزنید. همین. پس نکنید من الان مثالم تغییر دادم دیگه، قبلا بود فقط 9 و 12، من الان 4 تا پیش نیازی دیگه بهش اضافه کردم، 4 7 6 4 5 7 6 4 3 به این ترتیب. پس دیتا در اختیار شماست، دیتا رو میتونید چیکار کنید؟ تغییر دیوریشن هم که اینور می‌نویسید. خب برگردیم تو صفحه دوم. در صفحه دوم ما منابع مورد نیاز هر فعالیت رو می‌نویسیم. دوباره فعالیت اول چون مجازی است و آخر صفر است، درسته؟ یادتون باشه اگر اینجا 500 تا فعالیت عدد وارد می‌کنید، اینجا باید 500 تا باشه دیگه طبیعتاً. شما اگر اون و 32 تا وارد کنید، این مثلا اون و 400 تا وارد کنید، اینور 500 تا، حتما برنامه ایرور خواهد داد. بعد تعداد فعالیت‌ها در دو شیت اکسل برابر باشه. خب ببین الان فعالیت 1 من که خالی است، صفر است. فعالیت 2 من به منبع شماره 1 نیاز دارد، 4 واحد. من فعالیت 3 من به منبع شماره 1 نیاز دارد، 10 واحد. فعالیت 4 من به فعالیت 4 من، فعالیت 4 من به منبع شماره 4 نیاز دارد، 3 واحد. فعالیت 5 من به منبع شماره 1 نیاز دارد، 3 واحد. من فعالیت 6 من به منبع شماره 4 نیاز دارد، 8 واحد. حالا اینجا هم حد اکثر تعداد نوشتیم. حالا شما میگید آقا فعالیت 4 من بجز منبع شماره 4 به منبع شماره 1 هم نیاز، یعنی تک درایه نمیتونه باشه هر عددی. مثلا من میگم 5 واحدم از این نیاز دارم، اصلا میگم 2 واحدم از این نیاز داره، 1 واحدم از این نیاز داره، فقط سیو رو میزنم. همین. پس شما میتوانید هر سایز دیتایی رو اینجا وارد کنید، هر اطلاعاتی که میخواد اینجا تغییر بدید، حد اکثر منبعتون هم میتونید چیکار کنید، اینجا وارد بکنید. پس سایز در اختیار شماست، دیتا در اختیار شماست، اعداد در اختیار شماست، هر سایز دیتایی رو میتونید چیکار کنید، وارد کنید و اینجا خروجی بگیرید. اینجا حداکثر منبع مورد نیازتونه، در اختیارتون، مورد نیازه در اختیارتون. یعنی فرض کنید که اگه این تجهیزات باشه، شما میگید آقا من 12 تا ماشین دارم، حالا مثال شما 20 ماشین است، اینجا 20 تا ماشین وارد میکنید و سیو رو میزنید. پس یادتون باشه حتما تعداد فعالیت ها در شیت 1 و شیت 2 باید با هم دیگه چی باشه، برابر باشه، و هر عددی که خواستید اینجا تغییر بدید. بعد از اینکه تغییر دادید دیتا رو سیو بزنید و بعد کلیه دیتا رو ران بزنید. پس اگر اکسل دیتا رو تغییر دادید به هر نحو، یک بار نیاز است که کلیه دیتا رو ران بزنید. یادتون باشه اگر اکسل دیتا رو تغییر دادید سیو بزنید، اکسل سیو بزنید که سیو بشه اطلاعاتش، بعد بیاید چیکار کنید، کلیه دیتا رو ران بزنید، بعد سراغ الگوریتمتون برید و الگوریتمتون رو اجرا بزنید به این نحو. ناگهان الان مثال تغییر دادن دیگه، به این نحو الان زمان اتمام پروژمون 55 هستش. خب اینم از این که نمودار همگرای جوابمون هست که چه جوابی رسیده. این خروجی ماست، این توالی فعالیت های ماست، 1 2 3 13 14 6 8 12 19 5 11 10، به همین ترتیب تا 32. خب این از این. شما در اینجا هم هر فعالیت رو میتونید مشاهده کنید که استارت تایم و فینال تایمش کی بوده. چون ما در مطلب درایه صفر نداریم، زمان از 1 شروع میشه، ولی شما اگه به صورت در واقع کار تحقیقاتی دارید می‌نویسید، این زمان‌ها رو منهای 1 کنید، یعنی شما 1 رو با 0 در نظر بگیرید دیگه.
در واقع این از زمان صفر شروع میشه، این تا 7 همه اعداد منهای 1 میشن. خب این از این. ولی چون مطلب درایه صفر نداره ما مجبوریم از 1 شروع کنیم. خب فعالیت اول آخر که مجازی است، ناگهان فعالیت 2 اومده انجام شده از 1 تا 8، فعالیت 3 از 1 تا 4، فعالیت 13 از 5 تا 10. حتما پیش نیازی فعالیت 13 3 بوده دیگه که بعد از این اومده کارش شروع کرده. بریم تو دیتا نگاه کنیم فعالیت 13 ببینیم پیش نیازیش چی بوده. فعالیت 13 نگاه کنید، فعالیت 13 پیش نیازیش 3 بوده دیگه که بعد از 3 اومده کارش شروع کرده، چون دقیقا این 4 تموم شده این 13 از 5 کارش رو شروع کرده. به همین تا انتها دقیقا تمام. شما اگه 500 تا تو اکسل دیتا 500 تا فعالیت وارد کرده باشید حتما اینجا تا 500 واسه تون نشون خواهد داد. خب فعالیت اول آخر هم که در واقع مجازی هستن و زمانشون صفر، یعنی پروسس تایمشون صفره دیگه. ببینید بعد 55 تا 5 زمان فعالیت انتهایی است و اینا زمان فعالیت آغازین هستش. خب اینم از این. پس خروجیامون هم که به این نحو هستش. حالا شما به صورت خروجی میتونید منابع استفاده شده و منابع باقی مانده در هر روز اجرای برنامه یا پروژه نگاه کنید. این هم زمان اجرای کد ما هستش که 9 ثانیه 78 صدم ثانیه طول کشیده بس فیتنسمون، و اینم که بسی که در هر تکرار به دست اومد. خب این از این. ببینیم الگوریتم دیگه هم به صورت تصادفی ران کنیم. حالا الگوریتم ژنتیک، حتی الگوریتم ژنتیکو که ما فیلمشو فکر کنم رایگان رو سایت گذاشتیم، بعد اینا هم اجرا می‌ذاریم که ببینید به این نه. اینم الگوریتم ژنتیک، نمیدونم الان الگوریتم ژنتیک حالا تو پست میتونیم ببینیم کدشو گذاشیم یا فکر کنم اس ای بودش، ما الگوریتم با اس ای بودش که نه آره اینجا هستش، کدش اینجا هست. اون الگوریتم فکر کنم اس ای بود ما رو سایت گذاشته بودی، نه اس ای هم که هست. یه الگوریتمی بود که ما آر سی پی اس پی شو رایگان رو سایت گذاشته بودیم از این لیست حذفش کرده بودیم، الان خاطرم نیست که کدوم الگوریتم بودش. خب بعد یه الگوریتم دیگر هم اجرا بزنیم، یکی از الگوریتم جدید حالا اجرا بزنیم، مثلا الگوریتم وال رو اجرا میزنیم. به این ناکنی من فقط دبل کلیک میکنم رون فایلی که با ران شروع میشه و بعد اجرا رو میزنم. همین به این ترتیب NPA و MaxiTer رو، یعنی تعداد جمعیت و تعداد تکرار رو هر چقدر در الگوریتم فرآیند تکراری بیشتر کنید به احتمال زیاد جواب نهاییتون بهبود پیدا خواهد کرد. خب این از مباحث کد نویسیمون دیگه، فکر نمی‌کنم بحثی باقی مونده باشه دیگه. این بود از فیلم تست حل مدل RCPSP با الگوریتم فرآیندتکراری در زبان برنامه‌نویسی مطلب، محصول اختصاصی سایت خانه مطلب. فعلا خدا نگهدار.